بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امروز با این ویژه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. هر کدام از ما از خردسالگی، از زمانی که قبل از اینکه به مدرسه بریم، با کتاب الله، با قرآن کریم آشنا هستیم. کتابی که وحی الهی بر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و معجزه جاودانی اسلام است. هر حرفی که ما از این قرآن می‌خوانیم و هر موقعی که این کتاب بزرگ را تلاوت می‌کنیم، شخص دیگری هم هست که ثواب این تلاوت ما به او میرسد. هر موقعی که زوار بیت الله الحرام و حجاج به حرمین شریفین میآیند و در مسجد الحرام و در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرآن مطالعه میکنند، قرآن را تلاوت میکنند، با این خط زیبا و با این قرآن هایی که در اینجا چاپ شده آشنا هستند. قرآنی که بیش از 200 بیلیون نسخه از آن در سراسر دنیا در بین مسلمانان توزیع شده است. بینندگان عزیز و گرامی، در خانه جناب دکتر عثمان طه، خطاط معروف جهان اسلام که مصحف‌های زیبایی رو با خطشون نوشتند و نامی از نور در تاریخ اسلام از ایشون به یادگار مانده است هستیم که از ایشون تشکر می‌کنیم که مهمان نوازی فرمودن و ما رو در خونشون استقبال کرد. من تشکر میکنم از جناب دکتر. در مقدمه اگر لطف بفرمایید در مورد خط عربی و انواع خطوط اگر صحبت بفرمایید، چون شاید بیشتر بینندگان ما آشنا نباشند با این شیوه نوشتن خط عربی و خاصتا مصحف شریف در این زمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحديث إن صحبت ما در مورد هنر خط عربی خواهد بود إن شاء الله. فن الخط العربي، خط عربی علم و هنر است. علم است چون بر قواعد و اصول دقیقی برای زیبانویسی خط عربی متمرکز است. و دانش آموز خط عربی مراحل مختلفی را برای زیبانویسی این خط و ترکیب کلمات طی می‌کند و به همین خاطر یک علم جداگانه به شمار می‌آید. و هنر است زیرا فردی که در این خط مهارت دارد و این خط را با مهارت می‌نویسد، نوآوری به خرج داده و این خط را متصف به صفات زیبایی و مهارت و دقت می‌کند. و خط عربی یکی از بارزترین مظاهر فرهنگ و تمدن اسلامی است. این هنر زیبا در طول قرنها بر فرهنگ اسلامی تأثیر گذاشته و همچنین از فرهنگ اسلامی تأثیر پذیرفته است و میان این دو عنصر تبادل و داد و ستد بوده است. خط هنگامی که با آن قرآن کریم نوشته می شود دارای قداست می شود. قرآن کلام الله متعال است و وحی پروردگار است برای هدایت تمامی انسان ها. به همین خاطر خطاطان مسلمان در خوشنویسی قرآن کریم با هم رقابت کردند. و در مورد خط عربی گفتند
که زبان دست و طراوت روح و سلاح آگاهی و حافظ آثار و ناقل اخبار است. و حافظ الاثر و ناقل الخبر. در مورد اینکه چه زمانی خط زیبا می باشد، تعاریف مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال گفتند که خط زیبا 5 شرط دارد و این شروط را در یک جمله زیبا جمع کردند. هذا السر محفوظ في خمسة امور: انگشتانی قوی و برندگی الماس و کاغذ مرغوب و جوهر عالی و لمعان الانقاص الحبر الجميل، حبس کردن نفس. انگشتانی قوی میخواهد که سالم باشند. يتمكن من الكتابة بقوة جسدية جيدة. و تیزی الماس منظور از چاقوی تیز برای بریدن قلم است. چون هرچه قلم تیزتر باشد، بهتر می نویسد. و کاغذ مرغوب منظور از کاغذی است که روی آن قرآن نوشته می شود. و هرچه کاغذ بهتر باشد، برای نوشتن بهتر است. یکونو افضل لکتابت الخط علیها الورقه. چون قلم روی آن لیز می‌خورد و راحت می‌توان مدل‌ها را روی آن نوشت. به همین خاطر مرغوبیت کاغذ یکی از شروط برای زیبانویسی خط است. خطاط برای نوشتن خط نفسش را حبس می‌کند تا بتواند کلمات را بهتر بنویسد. به تمرکز زیادی می طلبد تا که نفس را حبس کنیم. و اینها شروطی بود برای یادگیری خط. و بعد از این شروط، داشتن استعداد خدادادی برای نوشتن خط هم ضروری است. و این استعداد بزرگترین انگیزه خطاط برای خوشنویسی است. و گفته شده که این استعداد یک امر ذاتی و مادرزادی است. به این استعداد باید توسط تمرین و اساتید پرورش داده شود تا فرد بتواند خط را زیباتر بنویسد و حروف را زیباتر ترسیم کند. شیوخ يعلمونك استعمال القلم ورسم الحرف الجيد لابد من الشيوخ يعني من المعلمين لهذا الفن. و نیز گفته شده که هر کاتبی خواهد مرد، ولی آنچه دستانش نوشته است باقی خواهد ماند. به همین خاطر با دستانت چیزی را بنویس که دیدنش تو را در قیامت خوشحال کند. عثمان طه خوشحال است که تمام زندگیش را در نوشتن قرآن به احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ضرب المثل های مفید سپری کرده است. کتاب های زیادی را نوشتم، دعاهای زیادی را نوشتم و قرآن را با 10 روایت مختلف نوشتم. و همانطور که می دانید، روایات قرآن متفاوت است. و مثلا در سرزمین مغرب روایت ورش وجود دارد و با اصول خاصی که با روایت ورش سازگار است نوشته می شود. و در شمال آفریقا روایت قالون مشهور است، مثل لیبی و نیجر و نیجریه و مالی که به روایت قالون می خوانند. روایت دوری که در سودان و در آفریقای مرکزی وجود دارد. و من به فضل الله متعال در مؤسسه عظیم ملک فهد در مدینه منوره تمام این روایات را نوشتم.
من این مصحف ها را در این مؤسسه بزرگ جهانی که به صورت ویژه برای کتابت و چاپ قرآن کریم تأسیس شده است نوشتم. و من این افتخار را داشتم که در این مؤسسه خطاط باشم و این باعث افتخار من است که الله متعال به من توفیق داد و توانستم تمام این روایات را بنویسم و الله متعال بر من منت نهاد که توانستم این کار بزرگ را انجام دهم. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. جناب دکتر، شاید بینندگان دوست داشته باشن بدانن که آشنایی شما با قرآن کریم و تعلیمان از چه سنی آغاز شد؟ من البدايه فتعلمت. در ابتدا من علوم ابتدایی را نزد پدرم خواندم. پدرم شیخ نویسندگان و امام و خطیب منطقه بود. في هذه البلدة وكان هو الإمام وكان هو الخطيب في هذا المسجد. من همیشه حرکات پدرم را زیر نظر داشتم و در آن زمان من 6 سال داشتم و نمیدانم چگونه به این مسیر وارد شدم و چگونه علاقه به خطاطی در من وجود آمد. پدرم را میدیدم که در حال نوشتن خطبه های جمعه بود و خط بسیار زیبایی داشت. من کودکی بودم و نگاه می کردم و از خط زیبای پدرم لذت می بردم. سرانجام من هم شروع کردم به تقلید از پدرم و این ابتدای خطاطی من بود. از پدرم می پرسیدم چه کسی این خطهای بزرگ را روی جلد کتاب ها نوشته است؟ پدرم در جواب می گفت فرزندم، این کار خطاط‌های بزرگ در شهرهاست، چون در روستا بیشتر مردم بی سواد بودن و نوشتن بلد نبودن. و هنگامی که سنم به 12 سال رسید، پدرم من را به شهر حلب فرستاد. من مشتاق دیدار خطاط‌ها بودم تا اینکه ببینم چگونه می نویسند. آن وقت من در مدرسه ابتدایی شبانه درس می خواندم و هر وقت از درس فارغ می شدم به شهر می رفتم و دنبال خطاط ها می گشتم. و اولین خطاطی که من در شهر حلب دیدم محمد علی مولوی بود. ایشان یکی از خطاط های مشهور در شهر حلب بود و از ایشان برخی از اصول اولیه خطاطی را یاد گرفتم. و پس از آن تعداد دیگری از خطاط‌ها را پیدا کردم و اشتیاق من برای یاد گرفتن خوشنویسی و خط عربی بیش از پیش شد. به گونه‌ای که من هر جا در کتابی خطی می‌دیدم سعی می‌کردم از آن تقلید کنم و به این صورت نزد خطاط‌های مشهور حلب خوشنویسی را فرا گرفتم. و از جمله آن اساتید غیر از محمد علی مولوی، حسین حسنی ترکی بود که سن بالایی داشت و در یکی از مساجد حجره‌ای به ایشان اختصاص داده بودند. پدرم گفت برو پیش این خطاط که از نسل خوشنویسان بزرگ است. من نزد استاد رفتم و یک دفتر کوچک با خودم بردم و به استاد گفتم برای من یک خط بنویس. و ایشان در حالی که دستشان می‌لرزید، همین که قلم را روی کاغذ می‌گذاشت شروع می‌کرد بنوشتن. ایشان بعد از مدتی وفات کردند. من تحصیلاتم را ادامه دادم و دیپلمم را در حلب گرفتم و تحصیلات دانشگاهی را در دمشق ادامه دادم. در دمشق با خوشنویس شام شیخ محمد بدوی الدیرانی آشنا شدم. ایشان بزرگترین خوشنویس شام و استاد بسیار چیره دستی بودند. من نزدیک به 7 یا 8 سال نزد ایشان ماندم تا این که الله متعال ایشان را به دیار باقی نزد خود برد.
ایشان سهم بزرگی در تعلیم برخی از ظرافت‌های این فن در نوشتن عنوان کتاب‌ها به بنده داشتند. مهارت خاصی در نوشتن اسم و عناوین کتاب داشتند و کسی مثل ایشان نبود. هیچ کدام از خطاطان نمی‌توانستند به خوبی ایشان توازن بین دو کلمه را در عنوان روی جلد کتاب‌ها ایجاد کنند. ایشان به من می‌گفتند که باید این اسمها در دو طرف با هم برابر باشند و یک طرف از طرف دیگر بالاتر نباشد. استاد روش خاص و خط بسیار زیبایی برای این کار داشت، به ویژه در خط فارسی. ایشان خط فارسی را مثل فارس ها می نوشت. من هم از ایشان خط فارسی را یاد گرفتم و بعد از آن از ایرانی ها بیشتر خوشنویسی ایرانی را یاد گرفتم. خلاصه به فضل الله متعال از هر طرف نکات مثبت را می گرفتم. چه انگیزه سبب شد که شما فکر بکنید که باید مصحفی بنویسید و به نوشتن قرآن علاقه من شدید؟ اولین جرقه می شود گفت که من همیشه در حال نوشتن بودم و پدرم قلم نیها را برای من می تراشید و به من می گفت بنویس و می گفت ای فرزندم، مهمترین چیز علم است و مثل حافظ عثمان وقتی خطاط شدی قرآن می نویسی. این بزرگترین مشوق من برای نوشتن قرآن بود و با خودم گفتم چرا که نه، مگر او هم مثل من یک انسان نیست، من هم انشاءالله می نویسم. در سال 1970 از من درخواست شد که مصحفی را بنویسم. در آن زمان من خوشنویس بودم و داشتم مشهور می شدم. در زمان ریاست جمهوری حافظ اسد، من نامه ای را از طرف وزارت اوقاف دریافت کردم که در آن از من درخواست شده بود که یک مصحف کامل را بنویسم. با وزارت اوقاف تماس گرفتم و از علما توجیهاتی را گرفتم. بسیار می ترسیدم و نگران بودم از اینکه مبادا موفق نشوم و نتوانم این کار بزرگ را به پایان برسانم. ولی علما من را تشویق کردند چون دیدند که خط من زیبا بود. ولی کتابت قرآن کریم آسان نیست، بلکه دریایی است برای خودش. صفحات، خطها، آیات. کتابت صفحات مشکل نبود، ولی آن قرآن بود. من هم کم کم شروع کردم به نوشتن و علما هم هر کدام نظری داشتند. یکی می گفت کاش اینطور می نوشتین، کاش اونطوری می نوشتین. من هم چندین صفحه رو دوباره نوشتم و در آخر کار فهمیدم قصد علما چی بود. و الحمدلله اولین قرآن را در مدتی کنیم سال برای وزارت اوقاف سوریه نوشتم و این مصحف توسط کمیته نظارت وزارت اوقاف به دقت بازبینی و چاپ شد. ولی این مصحف ویژه قصر ریاست جمهوری و وزارت اوقاف بود و به صورت هدیه به افراد خاصی داده می شد و برای فروش نبود. این یکی از هدایای جهان اسلام بود که در سال 1970 نوشتم و در سالهای 1971 و 72 چاپ شد. بعد از آن مصحف دیگری برای مفتی سوریه نوشتم. پسر مفتی دوست من بود و از من خواست برایشان مصحفی بنویسم. من هم یک نسخه تقریباً آماده داشتم و به آنها دادم. این نسخه همان نسخه بود که شهرت جهانی پیدا کرد و در تمام دنیا از روی آن چاپ گردید، من جمله در عربستان سعودی. پس از آن به عربستان سعودی آمدم و از طرف حکومت از من درخواست شد تا به عنوان خطاط در مؤسسه بزرگ ملک فهد مشغول کار شوم. و پس از آمدنم به این مؤسسه از من خواستند که مصحفی به روایت وحش کتابت کنم. من با این روش و روایت آشنایی نداشتم. با علمای مغرب نشستم و از آنها معلوماتی را در مورد این روایت دریافت کردم و با کمک الله متعال شروع به کتابت قرآن نمودم و در طول 1.5 سال کتابت قرآن به روایت ورش را به اتمام رساندم.
و سپس مصحف دیگری را به روایت حفص نوشتم. اما به گونه ای بود که صفحات با آخر آیات تمام نمی شد و من این مصحف را مثل مصحف های مصری به روش شمرلی نوشتم که پایان صفحات و پایان آیات با هم هماهنگ نیستند. و همچنین مصحف دیگری را هم اکنون نوشتم و آماده چاپ است که توسط مسئولین انشاءالله چاپ خواهد شد. و علاوه بر این مصحف هایی را به روایت غالون و روایت دوری یکی پس از دیگری نوشتم و الحمدلله در کتابت آنها موفق بودم و همه آنها در سطح جهان اسلام چاپ و توزیع گردید. همچنین تمام محصولات مؤسسه زیر نظر کمیته‌ای از علما بارها مورد بازبینی قرار می‌گیرند تا اینکه اگر هر گونه اشکال و خطایی در آن باشد تصحیح شود و پس از آن به چاپخانه فرستاده می‌شود. و بعد از چاپ هم ناظرانی وجود دارند و یک بار یا دو بار بازبینی می شود. یعنی هر مصحفی که در مؤسسه ملک فهد بیرون می رود بارها و بارها مورد بازبینی و ریزبینی قرار می گیرد و پس از آن در جهان اسلام توزیع می شود. مصحف های مؤسسه ملک فهد ویژگی های زیادی دارد، از جمله زیبایی خط و نظارت دقیق. الحمدلله من شخص اصلی در نظارت بر مصحف ها هستم و این افتخار را دارم که این کار مبارک را انجام می دهم. جناب دکتر، در شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این چاپخانه ملک فهد رحمه الله قرار دارد. موقعی که از شما خواسته شد که به این شهر مبارک تشریف بیارید، شهری که از اینجا اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این قرآن رو به اقصی نقاط دنیا رساندن برای مسلمان ها، چه احساسی در شما به وجود آمد؟ قطعا این یک توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی بود و من خودم رو خوشبخت‌ترین انسان می دانم، زیرا که الله متعال من را برای این کار مقدس، یعنی کتابت قرآن کریم، در این شهر مقدس، شهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مکان نزول وحی و شهر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزیده است. و پیش از ما یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم کتابت مصحف را انجام دادند و تقدیر الله متعال بر این بود که من در شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم کتاب الله متعال را کتابت کنم و من در نهایت خوشحالی و سعادت هستم و الله سبحانه و تعالی را به خاطر اینکه این توفیق را به من داد تا این کار مقدس را انجام دهم سپاس می‌گویم. جزاكم الله خیر. جناب دکتر، تا الان دقیقاً چند مصحف نوشتید و دلیل تنوع این مصاحف در چی است؟ بعضی از مصحف‌ها را به درخواست بزرگان می‌نویسم، ولی به عنوان یک خوشنویس سعیم بر این است که خط را به زیباترین شیوه بنویسم و هر بار مصحفی را می‌نویسم دوست دارم مصحف جدیدی را شروع کنم و در آن اشکالاتی را که در مصحف‌های قبلی بوده برطرف کنم و آن را بهتر و زیباتر بنویسم. التي كتبتها سابقا اتشوق لان اكتب مصحفا اخر وهكذا ومشتاق میشوم که مصحف دیگری را بنویسم بلکه بتوانم بهتر از قبل آن را بنویسم. انگامی که من مصحفی را به روایت ورش نوشتم، دوست داشتم مصحفی هم به روایت حفص برای تمام جهان اسلام بنویسم و بین کتابت این دو روایت 35 سال فاصله بود. من خط مخصوص نوشتن مصحف را پیش استاد یاد گرفته بودم. خط قرآن با تمام خطوط دیگری که برای کارهای مختلف نوشته می شود تفاوت زیادی دارد و برای خودش قواعد و اصول و اصطلاحات ویژه‌ای دارد. به همین خاطر می بینیم خط عثمان‌طاها در موارد بسیاری با دیگر خطها متفاوت است.
و اگر شما الان به مؤسسه چاپ قرآن ملک فهد مراجعه کنید و خط دیگران را ببینید، متوجه اختلاف خطها می شوید. و این اختلاف را خوشنویسان و کسانی که در این امر مهارت دارند تشخیص می دهند. و بسیاری از ما با این خط آشنایی ندارند، زیرا که بیشتر ما خوشنویسی را از خوشنویسان ترک یاد گرفته ایم. ولی من با علمای قرائت‌های مختلف قرآن نشسته و بحث و گفتگو نمودم و توانستم بین خوشنویسی و علم قرائت تناسبی ایجاد کنم. به همین خاطر کتابت قرآن مطابق رسم عثمانی است و این طریقه نوشتن از اصحاب بزرگوار برای ما مانده است و این امری است توقیفی و واجب است که از آنها تبعیت کنیم و جایز نیست با دیگر قواعد نویسندگی قرآن را بنویسیم. یعنی منظور شما همون مصحفی است که سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه جمع‌آوری کرده بودند؟ بله، ولی با خطی پیشرفته تر. من با دستان خودم یک مصحف را مطابق خط قدیمی و خط صحابه نوشتم، ولی به این زیبایی نبود. به مرور زمان شکل حروف تغییر کرده است و زیبا شده، اما شیوه کلمات همون رسم عثمانی است. تعداد کمی از خطاطان قرآن را مطابق رسم عثمانی نوشتند. بیشتر بر قواعد کتابت رایج قرآن را نوشتند. اما علمای قرائت‌های قرآنی بر این نکته اجماع دارند که قرآن را فقط و فقط باید مطابق رسم عثمانی بنویسیم. و من تمام مصحف‌هایی را که نوشتم مطابق رسم عثمانی بوده است. و به فضل الله متعال در این امر پایبند رسم عثمانی بودم. و در تمام حرکات و کلمات این مهم را رعایت کردم. مطابق تمام قرائت‌ها و اینکه چگونه این کلمات را کنار هم بنویسیم. مثلا گاهی بعضی از الف‌ها محذوف هستند. ما به جای این الف محذوف الف کوتاهی می‌نویسیم که به آن الف الحاق می‌گویند. و این نشان می‌دهد که در اینجا الفی بوده و حذف شده است. رسم عثمانی متعلق به سیدنا عثمان است. سبحان الله. بیشتر خطاط‌های قرآن اسمشان عثمان است. من نزدیک 30 تن از خطاط‌های قرآن را می‌شناسم که اسمشان عثمان است. و این هم یکی از اسرار خداوندی است. یعنی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در صدر اسلام این مصحف را جمع‌آوری کردند و امنام ایشان در بعد از 1400 سال تقریباً این مصحف را یعنی تقریبا میشه گفت به تک تک خانه های مردم رسانده. الحمدلله. این فضل الله بر من و تمام مسلمانان است. مصحف زیبا و خطی زیبا و بدون اشتباه باعث می شود قاری قرآن علاقش به خواندن قرآن زیاد شود و خسته نشود. و ما در نوشتن قرآن سلیقه به خرج می دهیم تا قاری شوق و علاقش به قرائت قرآن بیشتر شود. جزاكم الله خیر. جناب دکتر، شما غیر از نوشتن قرآن کریم آیا به تزیینات قرآن هم میپردازید؟ زیرا این مصاحفی که میبینیم به خط شما نوشته شده خیلی زیبا رسوم. نه. بله، اهمیت میدهم. اصلا خط به خودی خود یک نقش و نگار است. خط زیبا اگر با نقش و نگارهای دیگر آمیخته شود، باعث می شود که زیبایی آن خط بیشتر جلوه کند. من خودم در مورد نقش و نگارها مهارت دارم و مدرک هم در این مورد گرفتم، ولی چون وقت کافی برای این کار ندارم، برای حاشیه قرآن نقاش و هنرمند مخصوص این کار را استخدام کرده ایم و خودم بر کار این شخص نظارت می کنم. تا اینکه از الگوهای غربی و کلیسا استفاده نشود و نقش و نگار فقط قرآنی باشد.
تكون زخارف خاصة بالقرآن الكريم. این سوال رو میخوام از قلب بپرسم و شما از قلب جواب بدید که چه احساسی دارید وقتی اسم عثمان طاها در کنار اسم معاویه و زید و ابن مسعود و علی و عثمان رضی الله عنه اجمعین که کاتبین و جمع کنندگان قرآن بودند نوشته بشه؟ من در دفتر کار خودم تابلوی اصحابی را که برای اولین بار کاتبین وحی بودند نصب کردم. و همیشه جلوی چشم دارم. طبعا انا یعنی من از فضل این بزرگواران من این هنر زیبا را یاد گرفتم. و هر وقت به این تابلو نگاه می کنم این نکته به ذهنم می آید که آنها با چه زحمت و مشقتی قرآن را نوشتند و حفظ کردند. آنها قرآن را روی پوست و استخوان و دیگر اشیا می نوشتند و همیشه نسبت به این بزرگان اصحاب به دید تعظیم می نگرم. آنها راه را برای ما هموار کردند و ما دنبال روی آنها هستیم و تمام فضل به آنها برمی گردد و ما فقط از آنها تقلید می کنیم و نه بیشتر. جناب دکتر، تأثیر تکنولوژی جدید بر کار شما، بر خطاطی چگونه ارزیابی می کنید و اینکه امروز مردم نرم افزارهای تولید کردن که میشه با اون خطاطی کرد و خطای زیبایی هم نوشت؟ این ابزار هم باز فضلی است از جانب الله متعال بر مردم و اینها معجزه‌ای در جهان امروز هستند. به عنوان مثال کامپیوتر، تمام انسان‌ها از آن استفاده می‌کنند. چه فرد عالم باشد، چه تاجر، چه مهندس و چه نقشه‌کش، و این ابزار برای همه مفید است. و در واقع این فقط یک ابزار است و چیز جدیدی نیست. نه خلقتی صورت گرفته و نه چیز جدیدی به ما می‌دهد. انسان خودش در آن اطلاعات می‌گذارد و سپس خودش آن معلومات را از این وسیله می‌گیرد. و اگر انسان نباشد، این ابزار هیچ سودی ندارد. من هرگز از اهمیت این اختراع نمی‌کاهم و من خودم از این ابزار برای خط عربی استفاده می‌کنم. من روش خاصی برای خودم در استفاده از کامپیوتر دارم. و هیچ شک نیست که کامپیوتر مفید است. ولی نیروی اصلی همان کار انسان است. وقتی من خط زیبایی می نویسم، کامپیوتر مثل آینه عمل می کند. آینه؟ آنچه به او داده ام را به من بر می گرداند. و هیچ ابتکاری در کار نیست. و این ماهیت کامپیوتر است. ولی اهمیت کامپیوتر برای انسان غیر قابل انکار است. بارک الله فیکم. نصیحت و توصیه شما به قرآن دوستان چیست؟ من قرآن را که بهترین کلام است با خط زیبایی می نویسم. تا با این کارم مردم را به خواندن قرآن تشویق کنم. و فضیلت قاریان و حافظان قرآن امری واضح است که در حدیث آمده بهترین امت حاملان قرآن هستند. و همچنین نوشتن قرآن به خط زیبا و بدون اشکال یک امتیاز است که خطاط نسبت به دیگر مسلمانان دارد. و من هنگام نوشتن قرآن این احساس را دارم که این یک مسئولیت است بر دوش من و تلاش می‌کنم که خطم را به بهترین شیوه بنویسم و دوچار اشتباه نشوم، چون نوشتن قرآن اشتباه پذیر نیست. و الله متعال به من توفیق داده است که روش خاصی دارم و نمی‌توانم این روش را توضیح دهم.
مگر از روی نوشته هایم که این خصوصیات خط عثمان طه در نوشتن مصحف است. همانطور که می دانیم در آموزش ها می گویند که چه زمانی خط زیباست. از 1000 سال پیش بعضی شروط برای خط زیبا گذاشتند و گفته شده است هرگاه قسمت های آن متعادل بود و الف و لام آن دراز بود و چشمه های آن یعنی چشمه ها و چشم میم واضح بود و آشکارا به چشم آمد و در دل نشست و در آخر می گوید و از روش وراغ ها خارج شود و از سختگیری محرر ها هم خارج شد، پس برای نویسندهش عنوان نسب و صفتی زیبا می باشد. در قدیم افرادی بودند به اسم وراغ که برای خودشان بازاری داشتند و علما نزد آنها می آمدند و می گفتند این کتاب من است و یک یا دو نسخه از این را برای من بنویس. و وراغ هم به زیبایی خط توجه نمی کرد و سعی می کرد به سرعت آن را بنویسد و خطاط باید سعی بکند که خطش مانند خط وراغ ها و محررین و نساخ نشود. کلمات وراغ و نساخ و محرر اوصافی هستند که به افرادی داده می شده که مشغول نوشتن بودند و هر کدام شیوه خاصی داشتند، ولی خط آنها به زیبایی خط خوشنویسان نبود. پس از روش وراغ ها خارج شود و سختگیری محررها هم خارج گردد. آن وقت برای نویسندهش مشخصه و صفتی زیبا می باشد. یعنی چی برای نویسندهش مشخصه می شود؟ یعنی هر جا خط من دیده شود مردم می گویند این خط عثمان طاهاست. و زیبا دوستی یکی از صفتهای خطاط است. و الان علمی است که از روی خط شما بعضی از خصوصیات شما را تشخیص می دهند. من همان گونه که به خط ثلث اهمیت می دهم به خط نسخ هم توجه دارم. خط ثلث مادر همه خط هاست. این خط هایی که اینجا می بینید خط ثلث هستند. نوشتن این خط بسیار سخت ولی زیباست و من به سرعت می نویسم، ولی خط نسخ را با دقت فراوان می نویسم. الان شما اگر به قرآن نگاه کنید می بینید واو و عین و قاف و جیم هر کدام از دیگری زیباتر است. این وظیفه من است که کتاب الله را با خط زیبا بنویسم و خودم را در قبال این مسئول می دانم و جایز نیست که با سرعت بنویسم و خط از یک طرف خارج شود و نازیبا گردد. حتی سطرها را برآورد می کنم و همانطور که با یک کلمه شروع شده باید با یک کلمه کامل هم تمام شود. زیرا من بعضی از خطاط ها را دیدم که سطر را با یک کلمه ناقص تمام می کنند. اگر تمام مصحف هایی را که من نوشتم نگاه کنید این امر را رعایت کردم. هر صفحه 15 سطر است و هر سطر همان گونه که با یک کلمه کامل شروع شده با یک کلمه کامل تمام می شود. اگر یک مصحف برای من بیاورید برای شما بهتر توضیح می دهم. این اهمیت دادن به خط نسخ است. در این صفحه هیچ اثری از سرعت و شتاب نمی بینید. مشاهده می کنید که تمام حروف از اول صفحه تا آخر صفحه با دقت و زیبایی یک نواختی نوشته شده است. این نکته اول بود. نکته دوم حرکات است. حرکت عین، حرکت میم همه متناسب است. حرکت یا، حرکت تا و سین حرکات در هم نرفتند و توازن بین حرکات حروف کاملا مشهود است. الفها اگر کمی الفها را با حجم بیشتری بنویسید در هنگام چاپ خیلی زیباتر ظاهر می شود، ولی اگر کمی باریک باشد در هنگام چاپ گم می شود. تمام حروف را می بینید که پر حجم هستند. به عنوان مثال این حرف را نگاه کنید. به کلمه و جعلنا توجه کنید. گویی مهر زده شده است. چشم حرف ها را نگاه کنید. اگر چشم ها درشت نوشته شود در هنگام چاپ گم نمی شود. مثل چشم واو و میم و جیم و قاف. هر حرفی که چشم داشته باشد ما چشمش را درشت می نویسیم. همچنین باعث تمیزی کار می شود. مساوی هستم. به پایان سطرها نگاه کنید. با کلمات کامل تمام می شود.
جناب استاد، بعد هر صفحه در قرآن عثمان تا اول صفحه همیشه اول آیه است، آخر صفحه همیشه آخر آیه است. و اول صفحه با یک آیه شروع می شود و آخر صفحه هم حتما با یک آیه ختم می شود. و این کار آسانی نیست که هم خط زیبا باشد و هم این که بدون اشکال باشد و با یک آیه شروع شود و با پایان یک آیه صفحه هم پایان یابد. یعنی از اون اولی که شما می نویسید باید اینو در نظر بگیرید که تا آخر آیه بیاید در صفحه. و این کار خستگی و تلاش زیادی را می طلبد. همچنین حرکات همه پرحجم هستند و هرچه مصحف کوچک شود حرکات با حجم خودشان باقی می ماند و کوچک نمی شود. آیا پیش اومده که گاهی مصحف بنویسید بعداً در وسط راه مثلا براتون خیلی مشکلات وجود بیاد به خاطر تنظیم همین آیه ها؟ بله طبیعتاً. من قبل از این که شروع به نوشتن کنم آن را به صورت دقیق در ذهنم بررسی می کنم و این روش را قبل از ما افرادی تجربه کردند که به قواعد املایی و رسم عثمانی توجه نکردند. به عنوان مثال رسم عثمانی این گونه نوشته می شود: در کلمه المعصرات در اصل با الف است که الف حذف شده و ما به جای الف این الف کوچک را که با آن الف الحاق می گویند گذاشتیم. کلمه میقاتا الف ندارد. این رسم می گویند رسم عثمانی. ببینید ابوابا، برای ما که خوشنویس هستیم این مهم است که خط زیبا نوشته شود. به عنوان مثال در تمام قرآن می‌بینیم که های دو چشم این گونه نوشته شده است. در قرآن حرفی که کج شده باشد وجود ندارد. مثلا رای معکوف وجود ندارد. من حروف زیادی را به خاطر اینکه خوانا و واضح و متناسب با حرکات باشد به یک روش خاص و به یک شیوه نوشتم. خیلی از این حرفا اختراع خودتون ظاهرن. این خط قبلا هم بوده ولی ابداع من در زیبانویسی و مهارت در نوشتن آنها. به عنوان مثال به حرفهای فا و ها و میم نگاه کنید. همه زیبا و تمیز است و اصلا با عجله نوشته نشده است. گویی از روی هم کپی شدن و حرکات همه این گونه است و ابداع خودم و همه با همان دقت و همان حجم می باشند. نوشتن یک مصحف کامل 2.5 سال الی 3 سال وقت می برد. هیچ صفحه نمی نویسم که خودم از آن راضی نباشم. خودتان حساب کنید. 2.5 سال و 600 صفحه یعنی تقریباً هر روز 1 صفحه. و بعضی وقتها که صفحه مشکل باشد شاید بیشتر از 1 روز هم وقت بگیرد. ولی من هرگز از این که وقتم در این کار بگذرد پشیمان نمی شوم. بلکه برای من این مهم است که کارم را به بهترین وجه ممکن انجام داده باشم و همه مسلمانان را با تمام گروه هایشان راضی کرده باشم، چه عوام و چه خواص. الحمدلله رب العالمین. جناب استاد، چه خطی بهتر هست برای کتابت کلام الله مجید؟ و اگر داشته باشی راجع به این نسخه ای که در اسم مصحف مدینه مشهوره و بیشتر در حرمین عزیزانی که مطالعه میکنن و تلاوت میکنن این نسخه هست و در سطح جهان اسلام بیشتر از 200 میلیون نسخه از این قرآن فعلا پخش شده، راجع به اینم یک توضیحی برای عزیزان میدادید ممنون میشم. نمیگوییم زیباترین، چون تمام خطها زیبا هستند، بلکه میگوییم مناسبترین. یعنی مناسبترین خط برای نوشتن قرآن کریم خط نسخ است، چون خط نسخ واضح است و تک تک حروف پشت سر هم هستند. و خط کوفی هم که اصحابی با آن قرآن را نوشتن همین گونه است، ولی شکل حروف مختلفند. کتابت قرآن می طلبد که بسیار واضح نوشته شود، زیرا در میان مردم افراد غیر عرب و افرادی هستند که زیاد با سواد نیستند. خط نسخ خطی بسیار واضح است، حروف در کنار هم و حرکات آشکار است، که این امور باعث می شود تا قاری به آسانی بتواند قرآن را بخواند. من به تمام خطها می نویسم، ولی بهترین خط برای نوشتن مصحف همان خط نسخ است، چون در اصل خط کوفی هم همین گونه حرف ها کنار هم هستند.
برخی از خطهای نسخ نوشته شده که حرفها روی هم قرار دارن. مثلا در کلمه یفجرون حروف یا و فا و جیم و غیره روی همدیگر سوار شدند و امکان ندارد که حرکات بر روی حرف مورد نظر نوشته شود. و یا در مورد مفلحون اگر روی هم نوشته شود کسره لام زیر ها می آید و حرکات با حروف قاطی می شود. و من از این روش اجتناب کردم و به روشی که به روش عثمان طه مشهور است مصحف‌ها را نوشتم و الحمدلله از طرف تمام گروه‌های جهان اسلام از خواص و عوام مورد قبول قرار گرفته است. این روشی که شما الان می‌فهمید روش عثمان طه مختص به خود شما است، پس این ترکیبی از چند خط هست روش؟ نه، این خط نسخ است ولی روش متفاوت است و این روش تفاوتش با دیگر روش ها این است که در آن به حرکات و زیبانویسی و وضوح آن توجه دارد. مصحف مدینه، مصحف مدینه ویژگی هایی که داره؟ بله، مصحف مدینه هم دارای این ویژگی است و هر چند روایات هم مختلف باشند. من یک اصل برای خودم دارم و آن این است که حروف و حرکات در نهایت وضوح باشند، به گونه ای که هر چقدر درجه سواد شخص پایین باشد بتواند به سهولت آن را بخواند. در این مصحف مدینه که چاپ شده هر جزء 20 صفحه است، به جز جزء اول که 21 صفحه است و جزء آخر که 23 صفحه است. دلیل انتخاب شما که چرا 20 شده؟ حالا چرا 20 صفحه؟ چون بعضی از دوستان شاید علاقمند باشن. در واقع این روش را قبل از ما خطاط‌های ترک به کار بردند و من یک مصحف داشتم که به رسم املایی نوشته شده بود، نه به رسم عثمانی. و این روش برای من خیلی جالب بود، ولی من به رسم عثمانی و با خط خودم نوشتم، چون خط ترکی خط سریع است و این روش را قبل از ما ترک ها به کار بردند و من طبق روش آنها جلو رفتم، به جز این که در بعضی از صفحات تغییراتی را ایجاد کردم، چون بعضی از صفحات آیات زیادی داشتند و برخی دیگر آیات کمی داشتند. من از این صفحه آیاتی را برداشتم و در صفحه دیگر نوشتم تا یک توازن به دست آید، به ویژه در مورد مصحف مدینه منوره که آخرین مصحف هم هست و همان مصحفی که آنجا می‌بینید. الحمدلله خط زیبا و مصحفی زیبا از جانب تمام مسلمانان مورد پذیرش قرار گرفته است. شیخ، آیا کارهای دیگری هم غیر از کتابت مصحف شریف در دست دارید آماده، یا اینکه قبلا انجام دادید که خیلی مشهور باشه و در همین زمینه ها باشه، در همین موارد؟ بیش از 10 بار مصحف را با دستانم نوشتم که در سطح جهان اسلام منتشر شده است و به غیر از مصحف صدها تابلوی زیبا نوشتم و همچنین برخی از کتاب‌های دعا که در آنها دعا و اوراد وجود دارد. عناوین کتاب‌های زیادی را نوشتم، شاید به صدها هزار هم برسد. اسم کتاب‌ها؟ اسم کتاب‌ها. جزاكم الله خیر. جناب دکتر، بیش از 200 میلیون از این مصحف شریفی که شما نوشتید از یک نوع اون تقریبا چاپ شده، مصحف مدینه منوره، و شاید میلیون ها نسخه دیگه هم چاپ بشه. تقاضای شما از کسانی که این مصاحف رو قرائت میکنن و تلاوت میکنن چیست؟ مسلمانان جهان از این خط و چاپ زیبا لذت میبرند و مصاحف المتقنه من حیث الاصدار من حیث کذا، و از آنها انتظار دارم که من را در دعاهایشان فراموش نکنند. شاید دعای بسیاری از آنها در درگاه باری تعالی مقبول باشد و من با این کار ثوابی برده باشم و از الله می خواهم که این کار را در کارنامه عملم قرار دهد. نصیحت شما برای کارمندان شبکه وصال حق چیست؟ از آنها می خواهم که تصویری واقعی از اسلام به مردم نشان دهند
و در آن غلو نکنند، چون دین اسلام دین میان روی است و در آن نه افراط است و نه تفریط. و الله فرموده است که قرآن را برای یادآوری آسان کرده ایم، آیا پند گیرنده ای هست؟ دین اسلام دین صحیح مقبولی است و دینی است که سود تمام جهانیان در آن وجود دارد. الله در قرآن می‌فرماید: بگو ای مردم، من پیامبری از جانب الله برای شما هستم. شما چهره زیبا و مقبول را در برنامه‌های خود از اسلام به جهان نشان دهید، تا اینکه مردم بدانند که اسلام دین و برنامه صحیح زندگی است. و اگر به صورت صحیح از اسلام پیروی کنند، خواهند دید که جوامع در امنیت و صلح زندگی خواهند کرد. شعار اسلام صلح و سلامتی است و به همه میگوییم سلام بر شما، سلام بر شما. در تمام دعاها سلام وجود دارد و دین اسلام دین سلام و صلح است. به کسانی که دینی غیر از اسلام دارند، نباید نسبت به این دین آسمانی تنفر داشته باشند، چون این تعالیم الله متعال برای مردم است. و الله می‌فرماید: ما تو را جز رحمتی برای تمام جهانیان نفرستاده ایم. قرآن مظهر دین اسلام است و پیامبر صلی الله علیه و سلم پیام‌آور هدایت برای انسانیت. از شما می‌خواهم که مردم را جذب کنید و چهره واقعی اسلام را نشان دهید و مردم را به گرویدن به این دین تشویق کنید و به تعالیم این دین مبارک متمسک شوید. دوستان اگر سوال دیگری دارند. جزاکم الله خیر. تشکر میکنیم از استاد که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. من دیگه سوالی ندارم. بنده همینطور و این افتخاری رو که به هر حال نصیب استاد شد ما تقاضای دعا داریم از استاد. واقعا شرف بسیار بزرگی است کتابت مصحف قرآن کریم و باز مقبولیت این مصحف در جهان اسلام. ان شاء الله که ما رو از دعای خیر خودشون و بینندگان رو فراموش نکنه. منم تشکر میکنم از شما به خاطر مهمان نوازی که در این تا دیر وقت شب وقتتون رو در اختیار شبکه وصال حق قرار دادین. شما یک جان سپاس و تشکر. من هم از کانال وصال تشکر میکنم به خاطر اینکه به تعالیم دین اسلام توجه میکنن و به قرآن کریم و تلاوت آن و کتابت و نشر آن اهمیت میدهند. امیدوارم که مسئولان این کانال پیوسته با علم و درایت و اخلاق پسندیده پیش روند تا در تمام برنامه ها و موضوعاتشان مردم را به دین اسلام تشویق کنند. مردم با حقیقت اسلام آشنا شوند و بدانند که اسلام دین هدایت برای همه است. جزاکم الله خیر و بارک الله فیکم. و از الله متعال می خواهم که شما را در این امر توفیق دهد و دست شما را در این راه بگیرد، زیرا که تمام امور به دست ایشان است و هرگاه الله متعال کاری را آسان کند، آن کار برای انجام دهندگانش آسان خواهد شد. و در پایان از الله متعال می خواهم که تمام مسلمانان در اقصا نقاط کره زمین را توفیق خیر دهد تا قرآن را محور اصلی وحدتشان قرار دهند و آنها را بر حق جمع کند و به تعالیم اسلام پایبند سازد و در اطراف قرآن جمع نماید و قرآن عظیم را بهار دلهایشان قرار دهد تا از اختلافات دست کشند، زیرا قرآن تمامش رحمت است و در آن اختلافی نیست، و از اختلاف دوری کنند و دست یکدیگر را بگیرند و این دین پاک را حفظ کنند و یک امت واحد شوند ان شاء الله. بینندگان عزیز و گرامی، در منزل
خطاط معروف قرآن کریم جناب دکتر عثمان طه در مدینه منوره بودیم. از ایشان یک بار دیگر تشکر میکنیم که مهمان نوازی کردند و صحبت‌هایی داشتیم با ایشون در مورد مصحف شریف و تاریخ کتابت مصحف مدینه که ایشون به شرف نوشتن این مصاحف نائل آمدن و امروز فکر نمی‌کنم در جهان اسلام خانه ای باشه که این مصحف در اون خانه وجود نداشته باشه. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به من و به شما عزیزان و به همه مسلمانان توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب نماید. در پناه حفظ الله متعال باشید.